بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم و به نستعین استغفر الله العلی العظیم. یک درود بگوین بر رسول علیه الصلاه و السلام. جمعه است و بنیاتی چی اللهم صل و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكون فتنه في الارض و فساد كبير. آیه ای که به حضورتان تلاوت شد یک هشدار به ما میده و چیزی با میفرماید که کفار در کل به هر دین و به هر عقیده ای که تعلق دارند، بعضهم اولیاء و بعض، بعضشان بعضی دیگرشان را حمایت میکنند و کمک میکنند در زدن اسلام، در تغییر دین و دشمنی با دین اسلام. الا تفعلوه تكون فتنه في الارض. ای مسلمان ها، اگر شما هم با آرای اختلافی که در بعض امور داشته باشین، اگر چنین حمایت نکنین از دینتان و یک پارچه نشوین، تكون فتنه في الارض، پس خود سبینه فساد بدبختی در زمین خواهد بود و سبب آشوب در زمین و کشمکش در زمین خواهد بود. این آیت را در فکرتان دقیق بگیرین. کافرها در مابینشان اختلاف دارند و اختلاف یک پدیده طبیعی است و نمیتونه کسی به این باور داشته باشه که ما 100% یک پارچه میشیم. اختلاف خودش زمین اساس است برای رشد. اختلاف چه وقت بیخ یک انسان و یک مجتمع را میکند؟ انگامی که توجیه منفی شود. دقیق شدین؟ پس اختلاف در آرای علمی در ما بین امت سبب شگوفایی فقه ما و تراث علمی ماست. هرگاه ما اختلاف را پسندیده نکنیم و نپذیریم، ما به انجماد فکری و به انجماد علمی در حقیقت دچار میشیم. هرگاه شما تحقیق بکنین در یک موردی که نص وجود داره، اختلاف در اونجا کمتر است. یعنی اختلاف در وجه تعبیر خواهد بود، نه به این عنوان که مسلمان نص را نمیپذیرد. یعنی هرگاه شما روبرو میشین با فقها، با علما، با مجتهدین کرام و در ذهنتان بیاید که در ایجا نص به اصطلاح نقد شده یا خدا نخواسته طرفه است پیش رفتن، امی فکر بدترین فکر است. که ایتو فکر بکنین که ائمه ما، علمای ما مثل خدا نخواسته با نص، یعنی با کتاب و سنت دشمنی دارن و ای را نمی پذیرن. یا هرگاه قال الله و قال رسول برش پیش شود، اینا چی میکنن؟ با قال الله و قال رسول دشمنی میکنه، او را اوسو مندازد، رأی خود را و نظر خود را و تعبیر خود را تحمیل میکنه. اگر امچه یک نظر در پیش فرد محمد، از اینکه در احمق آدم دیگه نیست. زیرا ما از نظر علمی، از نظر زمانی، از نظر تقوا، از هر حیث که حساب بکنین کوچکتریم نسبت به ائمه‌ای که برای ما شما تراث را ساختن، تاریخ را ساختن و خدمات بزرگی را در رشد دین، در نشر دین، در اشاعه دین کردن. دقیق شد انشاءالله. پس
همیشه وقتی که میبینی که یک جای در نظرت بیاید، در نظرت بیاید که در ایجا امام و فقیه نص را نمیپذیرد، در حقیقت یک بار به رجعت بکو به ارزش های علمی و ایت یک سوال نکنین که فلانه امام فلانه مذهب حدیث نمیپذیرد، مخالفت با حدیث میکند، مخالفت با نص میکند. صحیح شد؟ اگر این رقم سوال مطرح بکن، این سوال بی ادب است و خداوند متعال انسانای بی ادب دوست ندارد. بله، توی حق داری که سوال بکنی با ادب، بسیار با ادب. زیرا اون است که تو میگی که امام مخالفتش کرد، تو شاید یک دفعه دیده باشی، دو دفعه دیده باشی، ده دفعه دیده باشی، در حالی که از روی از او امام و از او فقیه و از او دانشمند به مراتب 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 تیر شده. تو شاید همه قبل فهمی که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که او شخص از کل زاویه او را مطالعه کرده، از نظر سندش، از نظر متنش، از نظر صحتش، از نظر واقعیت چی تثبیت سرش می شود، علتش، حکمتش، کلش تحقیق میکنه. بنان ارگا تو سوال میکنی، ایت سوال نباید مطرح بکنی که امام فلانه مذهب فلانه عالم با حدیث میکنه مخالفت میکنه، حدیث نمیپذیره، ما قرآن حدیث میخواییم. دیگه گرنگ اندوره نمیخواید، دیگه هم حدیث میخواید. خوب سرزید سر ذهنتان خوب فشار بیارید، دقیق شوین بری قضیه و دشمنی نکنیم. بله، حقتان است، حق مشروعتان است که شما پرسان بکنین که اینی امام و اینی مذهب، اینی فقیه، اینی مجتهد چرا از این نص که به نظر ما صریح معلوم می شود به اصطلاح تأویل می کنه و شای خلاف نص را پذیرفته است؟ انشالله گفت گرفتیم. بسیار ما نمیدانیم که چرا ایتو کرده، اگر لطف بکنی را تشریح بکنی. بعد شما صاحب یک مطلب میشین، صاحب یک مفهوم میشین و به معنای طالب علم حق سوال را دارین و هیچ کس هم حق ندارد که کسی را مانع امچو سوال شود و برش باید که نه، تو حق نداری که ایتو سوال بکنی، نه ای هم ظلم است. ما برای مردم و برای مسلمان ها حق از ای را باید بتیم که اینها هر چی که مشکل داشته باشن سوال بکنن و ارگا سوال را دقیق تعبیر بکنه، ما خود ما به طرف رشد میریم، به طرف خوبی میریم. پس مذهب را معبود خود نمی سازیم. صحیح شد؟ معبود خود نمی سازیم و عموم تعبیر ام میشه در نظرتان داشته باشین که مذهب مجموعه از آرا و نظریات مجتهدین کرام است که از دین آسان تعبیر کردن تا دین آسان تطبیق شود. دین کتاب الله است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحیح شد؟ پس تعبیرات از کتاب و سنت آسان نیست، این مال هر کس هم نیست، یه کار متخصصین است، نه کار یک جناب عالی که دو روز کتاب خوانده و یک دو جشش در باز مجتهد شود. کار از اون نیست، کار بی نهایت عمیق و دقیق و سخت است. ارگا ما ادب را در رابطه با مجتهدین کرام در نظر نگیریم، ما تراث خود را ضربه میزنیم، ما رابطه نسل ما را با تراث ما، با تاریخ ما قطع می کنیم، ارزش تاریخی ما را ضربه می زنیم، بعد از او باز اهمیت، هبوعت و وقاری که در پیام ها است او سقوط می کند و وقتی که سقوط کرد بعد از او باز هر کس اعتراض خود را دارد و ما همون وجاهتی که در این فقه است او را از بین می بریم. خود ما در حقیقت کسی میشیم که دشمنی میکنیم با دین، در حالی که ائمه چی میگوین؟
میگه هر چیزی که ما میگوییم به کتاب الله مراجعه میکنیم، اگر درو پیدا نکردیم به سنت رسول الله مراجعه میکنیم، اگر سنت رسول الله پیدا نکردیم به اقوال صحابه میریم، به اقوال صحابه میریم. در اقوال صحابه اگر تعدد آرا را یافتیم یکی از او را انتخاب میکنه، خود ما هیچ رأی نداریم. اگر در او پیدا نکردیم باز میریم به اجتهاد، اجتهاد به اساس قواعد لغت و به اساس اصول فقه. اجتهاد به معنی از این نیست که هر کس از جان خود چیزی بگه، اجتهاد به اساس قواعد لغت عربی و اجتهاد به اساس قواعد اصولی، این دو مرجع اجتهادی است. پس این اساس شد. اگر ما عظمت فقهی خود را حفظ بکنیم و فقه اسلامی را در مجموع یک فقه بالنده تعبیر بکنیم و جامعه بشری را برای قبول ای ارزش ها وادار بکنیم، میتانیم مقاومت بکنیم در یورش بزرگ عظیم دشمنان خدا به نام سیکولاریست ها که با تمام وقاحت استاده میشوند و پیام دارند و مردم را به اعراض از کتاب و سنت و شریعت الهی فرا میخوانند. ارگا ما با فقها، با مجتهدین کرام در تچ بیفتیم، در حقیقت شما و دریاچه سیکولریست ها آب ریختاندین تا کشتی هایشان خوبتر حرکت بدن. خوب بفهمین این نکته را. بسیار بر ما جالب بود. دیروز یک کسی بر ما یک پیام را فرستاده، یک عکس است، یک کشتی چهار چی داره، چهار نفر داره که میبرشه در بحر. یعنی معنی ای که هر کدامش حرکت بکنه خود توقف را معنا میدهد. بعد یک چیزای احمقانه ای را در زیرش نوشته کرده و ما گفتم کاش که این نفر یک بار جرأت میکردی از نزدیک مرا میدیدی تا که برد میفهمیدم که تو بیقل خدا، کاش که خواه فکر میداشتی، کاش که خواه علم میداشتی، کاش که خواه منطق میداشتی و این جرأت تسایکو، این نقد بیمعنای تسایکو. و فقهای کرام را در حقیقت وسیله تأخر اسلام و وسیله به اسلام بدی اسلام و زشتی اسلام معرفی میکنه. چه استغفر الله العظیم. این در حقیقت دشمنی است. با چی؟ با دین. در حالی که ثوابت ما محدود است، متغیرات بیشتر است. ثوابت محدود، متغیرات بیشتر است. خدا به ما تصریح میکنه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. الله میگه بیا پرسان نکن، بگذار که باز باشه، باز بگذار که آراء اختلافی بیاید تا مردم آزاد زندگی بکنه و خوبتر زندگی بکنه. یک جفا ما با او روبرو شدیم که اجتهاد را بند کردیم، یک جفای دیگه که اجتهاد را کسی قبول نمیکنه. میفهمی این تضاده؟ یک جفا با فقه ما چی شد؟ که اجتهاد را بند کردیم که دیگه حق کس نداره. یک جفای دیگه شد که از بیخ اجتهادم نمیپذیرد، در حالی که ما ضرورت به اجتهاد داریم. بدون اجتهاد نمیشه این کاروان دین نه حرکت بتی و بلک ها مثال وجود داره که نمیتونی بدون ادی حرکت کنی. بسیار جالب است. و این کل ضعف علمی در آخر زمان الله چی میکنه؟ علما را از ما میگیرد، عالم نماها سر مسند علم میشیند، چون فهم عمیق از دین ندارن، نه اصول فقه را میفهمند، نه حکمت را میفهمند، نه قضایای دقیق علمی را موشگاف کنه میتونه. بس هم در خشک روان هستند، صریح نوشته میکنند این تقلید شرک است، تقلید تو است. برای خدا من نمیفهمم که چی در کجا تربیه شدن بی تربیه مردم، در کجا یا نشت میکنن، کدام طرف ما را میخوانن ببرن، چی حالا شروع کردن این مردم و این جفا هست. بسیار جالب است برای ما. قسم به خداست این بخاری در پیش روی تان است، این می بخاری را برش میتیم به می آشش نرود، بعد از باز برای تدریس بکنه. ای بخاری را تو که تدریس میکنی، شر شروع تدریس میکنی، شروع را اهل مذهب جور کرده. تو برو بخاری بدون ابن حجر اسقلانی تدریس کن،
بدون بدرالدین عینی تدریسش کن، بدون صاحب فیض الباری تدریسش بکن. باز ما ببینیم که تو یک حرف بخاری را تدریس کردن میتونی. این شرح بخاری گپی که در بخاری میزنی از کجا میزنی؟ برت وحی میشود؟ گپ از کتابای اهل تقلید از اهل مذهب میزنی؟ باز بس اهل مذهب رد میکنی. چرا احمقانه است؟ چرا جالب است بر ما؟ الله این مردم هدایت نصیب بکند. اینا سم غم شدن به ما. سم دین خراب میکنن والله. نتیجه ازی چی است؟ نتیجه ازی است که این مذهب و این فقره در خلطه پرت و سو پرت و باد برتن دیگه و اجتهاد احمقانی از یکی یاد بر ما چی میکنن؟ کدام طرف ما را کش میکنند؟ کدام طرف ما را میبرد؟ این طرف سیکولاریست ها با تمام قوتشان. تو سه روز پیش در تلویزیون در یک مناظره، نمیدانم ما خو نشنید خو کسی به ما گفت، با صراحت میگه که ما نظام سیکولر را میخواییم و افغانستان آرام نمیشه تا نظام سیکولر نمیشه. سرزی بحث میکنه، به این فرا میخواند. چرا چون این گپ را میزند؟ ولی جنگ در افغانستان سر قانون است. ولی کسی آمد یک بار کت ما ششته که اینی قانون را خدا میگوید به منفعت مادی و معنوی ما نیست، بنابراین ما اینی قانون را قبول میکنیم که به منفعت مادی و معنوی ماست. هزار بار ما خواهی را لبیک میگویم که ما بشینه در میز، قانونی که ما داریم، اسلامی که ما داریم، با ما نقدش بکنند. آماده بحثم رایش هستیم. ولی اما تو که میگه که نه، ما ای را اوسو میکنیم، نظام سیکولر را میاریم. چرا میاری؟ و خاطری که نه طالبان می جنگن، مجاهدین جنگیدن، کی کردن؟ در کدام جای دین گفته به جنگ می رقم احمقانه؟ دین به مردم گفته که مردم بکشین، به تار حلالش بکنین، توهینش بکنین، تحقیرش بکنین، مالش را بگیرین. دین ای را گفته. دین خب همه ای را میگه غیبتش نکو، غیبتش نکو که حرام است، مثل که گوشتش را میخوری، تهمت سرش نبند. دین خب ما میگه که جبینت خلاص کو، جبینت ارگا تو به اخلاق باز کت صحبت کدی، رب العالمین برای تو چی میته؟ برای تو پاداش میته، حسنه برات میته، به عفو، به بخشش، به ایثار. چقدر این ما را میخواند؟ آلی غلطی یک تعدادی ایره دین گفته، خرابی یک تعدادی ایره دین گفته، خشونت یک تعدادی، ظلم یک تعدادی ایره دین گفته. خود دین نگفته. دین بیچاره ناقی مورد هجوم قرار گرفته. ناقی. در حالی که دین خوی تو نیست. دین خوی رقم نیست. و ما همی سیکولارای احمق میگم که او سیکولارا، امی دموکراسی ریشخندی که تو حمایتش میکنی در افغانستان، ای فسادی داری به میلیون ها دلار و ای اختلاس و ای ظلم و این چیزایی که شما میبینید، امی سیکولاری امی است؟ دموکراسی امی؟ میگه نه نه، این غلط تطبیق شده. رزیل خو امی که غلط تطبیق شده. امین دین هم تو غلط تطبیق کردن. امین دین هم تو غلط تطبیق کردن. دین ده چی گناه داره؟ دین ده چی گناه داره که یک کسی به نام دین یک کسی ریت جای به جای حلالش میکنه؟ این دین گفته؟ دین پس نقدش میکند. دین میگه این کار نارواست. توهین کردن خود دین اتو میگوید. یک کسی را تو توهین میکنی، تحقیرش میکنی، آبرویش میریزانی، مثل که کعبه را بیران بکنی. پس چرا ای تو کار میکنی؟ دین خود رقم نگفته با ما. پس ما با یک مشکل بزرگ رو بروستیم از زن. سیکولاریستا یک جنگ را علیه دین شروع کردن. آله بیاین میخواین که از دینتان دفاع بکنین؟ نه. یک سوال، اگر میگوین که بله ما از دین ما دفاع میکنیم، پس اول گپ ما ایست که ما به مصادر شریعی باید برگردیم. به مصادر شریعت باید برگردیم. این مصادر شریعی تو نیست که سلفی ها میگه قرآن و سنت بس دیگه او طرف چیز کار ندارم. نه، بسیار گپ از در اینجا. تو نمیتانی بدون اجتهاد قدم بگذاری.
تو نمیتونی بدون رفتن به قول صحابه و تابعین تا به تابعین قدم بگذاری. تو نمیتونی اجتهاد نکنی، امکان ندارد. اجتهاد به چی میکنی؟ چطور اجتهاد میکنی؟ نمونه هایش بتینی؟ در خود گپی مفتکی است که یک کسی میگوید، یکی عملی است. به هزارها مسئله رو برد پیشکش میکنن که نمیتونی در اوجا نس سریحی رو بیاری، مجبور است اجتهاد میکنی. به صدها مسئله برد میارم که تو مجبور میشی به مجاز میری، از سریح باید برایی. مسئله ها وجود دارد. پس اگر میخوایم که بله ما ضرورت برای ازی داریم که به مصادر شریعت برگردیم، والله امکان ندارد که از مذاهب اربعه کده خوبتر مصادر بسازیم. امکان ندارد. هر کسی که میگه میسازمش میربونی بکنند. تو میتونه از امام ابو حنیفه کده، از امام مالک کده، از امام شافعی کده، از امام احمد حنبل کده خوبتر سیستم بسازی؟ امکان ندارد. نه تقویت به او اندازه است، نه علمت به او اندازه است، هیچ کدامت به او اندازه نیست. پس اگر گفتین که بله باید بسازیم، یکی از یارا باید بپذیریم، پس همونش که ارزان است و آسان است، قابل عملی شدن است، مردم با او انس دارد، قبول کنند. او جایی که ضعیف است سر از او بحث بکنیم، او را نقد علمی بکنیم، اخلاقیش بکنیم، نه توهینی. بس من اینجا زمین دارم، در اینجا خانه می سازم، 4-5 نفر انجینرا را میگم اینجا برای من خانه بسازین، هر کدامش نقشه خودم میارم، بسیار منظم. هر 4 نقشه تطبیق میشه، هر 5 نقشه تطبیق میشه، 10 نقشه تطبیق میشه، نه یک تطبیق میشود. یکی را که تطبیق کنم بدون خلا میباشه؟ امکان نداره خلا نداشته باشد. و این خلایتون این خلای نیست که تعمیر سقوط بده، از نشستن بگذارشه. یک خلای بسیار کوچکی در دیزاین شاید باشد، خلای بسیار کوچکی بوده باشد که قابل انعطاف است. پس ما در مذاهب اما تو خلا را خود داشتیم، نه خلایی که ترکش میکنی و او سمندازی شد و خودت یک چیز نو را جور میکنی که اصلا سر و برش معلوم نیست، اصلا رایش معلوم نیست، از کجا داخل شد، از کجا برایی، همیشه معلوم نیست. زیر از برکت ما والله قسم میخورم، اما یک بحث خلاص بکن، یک بحث سرش خلاص بکو، به طور مثال نوشته که احیاء المواد، اما زمین بوره را چطور آباد کنیم، برش بگو امیر تشریح کو، هوش کنی به فقه نروی، تو حق نداری به فقه ها راجع شوی، بیا تشریحش کو. اگر تشریحش کرد دلم سیاست، میره و فقه را میخونه، باز گفت مفت خودم میزه. مصادر تمی است، کار تمی است، از اون نمیتونی خلاص شوی. ولی انجماد هم نباید بپذیریم، انجماد فکری که حق از ایره نداشته باشیم که بگم که ایری از کجا گفت، این حق ماست، باید بگویم که ای از کجا گفت و چرا گفت. ارگاه ای حق هم از مردم سلب کردیم، در حقیقت مذهب را معبود ساختیم، باز مذهب دین گفتیم. هر کسی که به مذهب دین بگوید در حقیقت سقوط میکند. پس اجتهاد است، نظریات است، ولی با احترام تحلیلش بکنیم. اگر چنین کردیم ما میتانیم با سیکولاریزم بجنگیم، با اونها گپ داشته باشیم. اگر این کار نکنی قسم با خدا دل دستی ها میکند. بناهن ما چند پیشنهاد داریم. اولی که رجعت به مصادر یکی از وسائل است که ما میتونیم استاد شویم به پای خودمون، از تقلید کورکورانه اجتناب بکنیم، این مرض است و این ما را سقوط میده. دو، مرجعیت را واحد بکنیم، با تعدد مراجع نمیتونیم چیز را بسازیم و امروز مأمور نداریم، نه ما به مراتب از زمانی که حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا زندگی میکرد در فتنه و آشوب هستیم. حضرت عمر به کسی اجازه میداد که هر کس فتوا بدهد؟ اصحاب کرام وافر، ولی هر کسی که پرسان میکردی باز میگفت نه اوجا برو،
مفتی صاحب نمی شدن. ری شد. هر کسی حق نداشت که چی بگه؟ من حق دارم گپ بزنم. دین است. نه. بسیار چیزا واقعیت است. حق است و حق گفتنش نداری. بسیار چیزا چی است؟ حق است. ولی حق ابرازش نداری. شرط بند میکنن. پس ما جور نمیشیم تا که به مرجعیت کار نکنیم که فتوا را از ار کتعو بوتعو بگیریم. هر کس حق زیر نداشته بکنید بشینه و گپ زده برود. باید محدودیت باشد. باید بفهمد. دو، ما مجالس علمی را و قضایای علمی را در مجالس علمی مطرح بکنیم، نه برای عوام، زیرا عوام نمی داند. عوام در فتنه مفته. قضایای علمی را در جای علمی، در پوانتون، در مدارس، در مجالس کنفرانس های علمی مطرحش بکنیم. کار خیلی خوبی است، زیرا باید نسل بلند باشه و آباد باشد، قضایا را باید بگیرد. گپ سوم، چهارم، تجدید را آگاهانه کنیم. ما قطعا به تجدید ضرورت داریم، نه به انجماد. خوی تجدید کی میکند؟ ایره من میکنم با این ضعف تقوا که دارم، با این ضعف علمی که دارم. نه، تجدید را امروز فرد کرده نمیتونه. ما با یک مجلس سه علمی ضرورت داریم که در اوجا علما باشن، 10 نفر، 15 نفر، قضیه را عالمانه مطرح بکنن، بحث بکنن. و بحث ایتو نیه که توهین باشه، دو تحقیر باشه، او را کافر کنه، او را کافر کنه، او را مشرک کنه، او را بیدین کنه، او را لامذهب کنه، او را با 20,000 تاپا بزن. نه، به یک مجلس علمی که ماها دوام بکند تا قضیه تثبیت شوه و حلاجی شوه و ما را مرجعیت بده. ما به همچه یک مرجعیتی، به همچه یک تجدد آگاهانه ای ضرورت داریم. یک مرجعیتی واحد نی، مرجعیت کلکتیف باید باشد. دو، و ای در اوجا مردم باید باشه که هم توانایی علمی داشته باشن، هم از نظر تقوا خوب باشن، بتانن تجدید را آگاهانه بکنه. چی گونه تجدید؟ تجدید مستمر، مداوم، با حفظ ثوابتی که هیچ نوع دستبرد را نمیپذیرد. بنان قدیم صالح را و جدید نافع را با خود جمع باید بکنه. همچون یک تجدید باید بوده باشه. گپی دیگری که باید ذهنتان برشان خلاص باشه. برادران، ما نمیتونیم با یک تجدید آگاهانه دست پیدا بکنیم تا فرق نگذاریم در بین اسلام و عمل اسلامی. ما نمیتونیم قدم بگذاریم بر طرف تجدد تا فرق قائل نشویم در بین اسلام و عمل اسلامی. هرگاه ما بحث میکنیم ایره باید فرق بگذاریم. مشکل ما چی شده؟ که عمل اسلامی را اسلام میگوییم. از این خاطر اختلاف است، تشتت است، انحراف است، بدبختی است. گپ انشالله دقیق گرفتین؟ معنای گپم چیست؟ هرگاه شما بروین به طور مثال به طرف اخوان مسلمین، میگه اصول 20 ای اساس لا يتغير ولا يتبدل، امی گپ است. هیچ آماده نیست که بپذیرد نقد را و تغییر را. شما برین در تبلیغی ها 6 نمبر است. لا يتغير ولا يتبدل. اگر مو را قبول کردی قبول کردی، قبول نکردی والله اگر تو را قصد قبول بکنه. شما برین در صوفیا میگه صاحب این مجدد فلانه صاحب هستی، فلانه صاحب هست، من فلانه طریقه هستم، دیگه قبول نمی کنه و خودشان نس شدن. دقیق شدن؟ شما برین به کس دیگه بگو، میگه اینی اساس ماست. ای برادر گلم، این عمل اسلامی است. تو به این عمل میخواستی دین را خوبتر تعبیر بکنی و خوبتر نشرش بکنی؟ تو دیگه سرما این عمل اسلامی را اسلام نگو. این تطور را میپذیره، این تغییر را میپذیره،
این شش نمبر گاهی پنج میشه، گاهی بیست میشه، بیست گاهی بیست یک میشه، بیست یک گاهی دو میشه. این چی حالا شما شروع کردین؟ انشاءالله دقیق شدن گفت مرا. هرگاه ما عمل اسلامی را مانند اسلام قائم بگیریم، بگم که نه هیچ تغییر نمیخورد. در حقیقت خود ما دین غراب تعبیرم میکنیم و نشر دین را مانی میشه و خود ما جنجال ایجاد میکنیم. از این خاطر تجدد آگاهانه را گفتم که فرق را در بین اسلام و عمل اسلامی باید قرار بدهد. گفت دیگه ایم استادا، جدال در دین مردود است، جدال نکنیم. هرگاه یک کار را شروع کردیم حق تثبیت می شود، طبیعتا تثبیت می شود، تو بخوای نخوای گپ قوی طبیعتا سر کرسی می شیند. ولی هرگاه گپ مهم اقنه باشد، امی گپ بسیار که مهم نیست، چرا قضیات زبان زدش می کنیم؟ آه آل مقال است، صحیح شد. یک نفر به ما تلفن کرد، ما شما قصر کردم نکردم، چند وقت پیش بود، میگه که ای شما احناف چرا حدیث پیامبر را قبول نمیکنید؟ استغفر الله و برادر گلم، ولی خب ما خب میخوایم سر حدیث عمل بکنیم، کجا ما حدیث قبول نکردیم؟ بس پیغمبر برای حضرت عایشه میگه لا مت الا غسلتک، اگر بمیری تو را غسل میدن، چرا یه قبول نمیکنی؟ من گفتم او برادرم یک بار صبر بکن، کی گفته که حدیث احناف قبول نمیکن؟ تو غلط گرفتی گفه، حدیث را احناف میپذیرد، بسر چشمش میپذیریم، چرا نمیپذیریم؟ این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی در تعبیر یک بار کمک متوجه شو که در اینجا فقها ها چی گفتند و ما نه تن و احناف نه، دیگه مذایب هم در این گفی خدا دارد، دیگه مذایب هم گفی خدا دارد، تن و احناف هم در این نیستن. یک روند هر حدیثی که هر نسی که براوند قبول شده ای که صاحب وحی در او زنده باشد مخالف بیاید قابلیت تعبیر دارد. برو دو اصول فقه، روند قبول شده در جامعه ما چی است؟ که زن میمارد زن او را میشه، مرد میمارد مرد او را میشه، این قبول شده است. این حدیث آمد براوند که جامعه او را قبول کرده است، آمد مثل چی واره؟ قاعده ایست که کسی زنا میکنه چند شاهد باید بیا؟ چهار. کسی که در قضایای دیگه باید اختلاف چند شاهد باید؟ دو. اگر یک شاهد بیاد نافذ میشه حکم؟ نه. حضرت رسول علیه صلات و سلام گفت که کی شاهدی میده که ما قرض یه یهودی را دادیم؟ کلگی چوب شدن. باز گفت کی شاهدی میداد؟ کلگی چوب شدن. حضرت ابو خزیمه بلند شد گفت که یا رسول الله ما گواهی میتونم که تو پیسه شدادی. گفت تو چی فهمیدی که ما پیسه شدادم؟ دیگه قضیه خود نبودی. گفت یا رسول الله تو از وحی از آسمان با ما خبر میدی، در اونجا تو امین هستی، در این دو روپی یهودی خود امین هستی هستی. این دروگای خائن که ناقی دعوا را شروع کرده. و پیامبر خدا بر چی گفت؟ من شهد له خزیمه کفاه، کسی که در امری که خزیمه گواهی بدهد کفایتش میکنند. آلی حدیث بگذارم دیگه، هر کس که یک نفر گواهی بدهد صحیح شد؟ یه حدیث محمل میتی نمیتی؟ پس از جمله اختصاصات است. چرا اختصاصات نامش صریح گرفته شد؟ در این جمله لو مت لغسلتو، که اگر تو بمیری تو را غسل میتم، و جهت تشویقش بود، ترحمش بود، محبتش بود، اظهار کرد برش، نه اینکه جامعه را رشد بدیم. بل فرض و تقدیر در کجا احناف کرده؟ بله اگر تو خانمت وفات کرد کسی دیگه نبود، نروار بشویش، جنازهش را بخوان، هیچ مشکلی نداریم کردش بشویش. ولی اگر تو فکر بکن خانمت وفات میکنه، تو تنها ششتیش میتونی؟ مگر بسیار بسختی مجبوره یک کسی او پرتن، و کی میپرده؟ کیست؟ مرد باشه زن؟ باید زن باشه. نه تو یک بار همین فطرتت از کار پرتو،
خانمت لج بوده باشد، در بدنش دست میزنی، و اوجا خواهرش باشد، مادرش باشد، دیگه بیست برای خدا. یک بار خواه عقل تبکار فرتو. ولی گفت بسیار کوچک گفت است نه؟ این فقه های ما وقتی که میگه ایتو نکنین، یک گپا وجود دارد، او را در نظر میگیرد. نگفتن که حدیث رسول الله را قبول نمیکن، نگفتن که حدیث نیست. دقیق شد انشاءالله. پس یک کمک ادب را رعایت باید بکنیم. هر جایی که حدیث است برین پرسان بکنی، والله فقه ها دو گپ دارد، اونا از ما که دانشمندترند، با فهمترند، ولی در تجدد را میپذیریم. میخواییم که به طرف اصح قول برویم، پیره میخواییم، میتونیم به زیباترین قضیه دست پیدا بکنیم، ولی روا و حوصله مندی، نگه کشتی رو برما جور بکنی و توهین کنی، صحیح شد؟ و نقد بکنی، و نقد هم کی رو میکنی؟ کسایی که استازای توست. نقد کی رو میکنی؟ کسی که استازی توست. زیرا تو از امام مالک روایت میکنی، تو از امام احمد روایت میکنی، تو از امام محمد روایت میکنی، استاد امام شافعی است، استاد امام محمد است، تو از او روایت میکنی، چگونه این رقم توهینش میکنی و تأخیرش میکنی؟ و در اینجا دشمن هم برچشته و سریع هم میگوید که ما هیچ کدامت قبول نمیکن. چرا؟ میگه این طور هستین، به این شکل هستین. خب پس جدال نباید بکنیم، صحیح شد؟ بحث را علمی میکنیم، نظرات را علمی میکنیم، یک نظر که آمد ششت، باز میگم درست شد دیگه، در معاقب نشینی باید بکنیم. چرا؟ این امت را نباید سرگردان کنیم. چهار پنج نقشه آمد، یک نقشه که قبول شد، بس دیگه بگذارش عقب برو، نقد در مراجع علمی کن، زیرا ابهتی از این قانونی که فعلا نافذ است، زیرا نقد نکن، زیرا اگر تو ایره نقد کنی توهینش کردی، این نافذ نمیشود، باز بیخی سیکولر میشی، عملا سیکولر میشی، زیرا دیگه تطبیق نمیشه، نه؟ چایی گرفته، ایرم تو نقد کن، توهینش کن، پس تا کجا میری؟ گپ دیگه، استاد ما محاسبه در کل باید شروع بکنیم. این محاسبه صریحی باشد در مجالسی که توانش را داشته باشد. دو، نقد خودی بکنیم. خدا نخواسته کلام خود را مانند کلام خدا فکر نکنیم. بس کلام است، یک تعبیر است. ما هم داریم، دیگر هم دارد. بررسی بکنیم امش منهج خود را، تا که امیتو گفتم شش نمبر خودش دین نشود، 20 نمبر خودش دین نشود، دقیق شدین؟ فلان نصب خودش دین نشود. این همیشه در تغییر باید بیاید، بگذارین که تغییر بیاید. این تغییر به خیر ماست و ما را بالا میبرد و قوی ما میکند. نقاط مثبت که در هر جای باشه حفظ شود، و نقاطی که ضعیف است به اصطلاح هایلایت شود، جای ضعف است دیر تثبیت باید بکنیم. آداب گفتگو و گفتمان را تقویت بکنیم با اسلوبی که دین میخواید، صحیح شد؟ با اسلوبی که دین میخواید. گاه ما یک شای را نقد میکنیم، در ظاهر ادب را رعایت میکنیم، ولی دستک زدن ما، چشمک زدن ما، توهین و تحقیر را به او شای دارد. در کل رب العالمین ارشاد می فرماید ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خدا به عطای از دین بر انسان ها مهربان است. پیغمبرش میگه که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ما علیه، عزیز علیه ما عنیدتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پس کتاب و سنت مرجع اساسی است، هر کسی که گپ میزنه به او رجعتش بدهد، این حق است. هیچ کس از این عقب نشینی نمی کند و نه هم در فکر دارد. ما
مرجع کتاب الله و سنت رسول الله علیه الصلاة و السلام است. و خدا هم ما را میره گفته که ما هدایت نمیشیم تا که به او بر نگرد. ما نمیتونیم چیزی بسازیم مگر ای که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان مصدر اساسی دین قبول نکنیم. بعد هر جایی که کسی خلاف قرآن و سنت گپ زد او را یک تحلیل بکنیم، از او بعد وسیله جدال و نفاق در جامعه نشویم. نمونه را ببینیم. امام احمد حنبل رحمت الله علیه در مسئله خلق قرآن تکلیف دید ندید، بندی شد، ضربه زد، سبحان الله همه مشکلات را دید. بعد از این تکلیفا ایره میگفت که هر کسی که بگوید که قرآن کریم مخلوق است کافر است، صریح ایره میگفت. باز میامد در نماز جمعه یا پشت امو امام نماز میخواند، بچهش برش گفت که او پدر جان ای چی رقم حال است تو؟ یک طرف میگه که هر کسی تو گفت کافر است، یک طرف پشتش نماز میخوانی. دو گپ را برش میگوید. یک گپ برش میگه که بچه‌م یک شای کفر است، دقیق شدین؟ کفر است، ولی ارگا من حیث فرد میارمش و از حکم به تأویل میکنم. من حیث فرد که باز بیاری حکم به تأویل، کافرش نمیگم. زیرا ای که میگه که قرآن مخلوق است ایره با دشمنی با قرآن نمیگوید، به خاطر دشمنی با اسلام نمیگوید. فکرش تو ساخته شده که ای گپ ما حق است و ای گپ سبب رشد اسلام میشود، نه به خاطر دشمنی. از این خاطر پشت امی نفر نماز میخوانم، ولی تو میگم که این عقیده کفر است. یک نمونه دیگهش بودم، حمایت از آمریکا کفر است یا نیست؟ هر کس که از آمریکا حمایت میکنه با نص قرآن و حدیث کافر است نیست؟ دیگه خوشک نکنید، ولی چه تو سست گفتین؟ قرآن و حدیث هم میره میگوید، صحیح شد؟ باز من حیث فرد که بیا کافرش نمیگم، نمیگم کرزای کافر است، نمیگم یوردو کافر است. چرا؟ من حیث فرد کشش بکنی تحویل میکند. ولی ضرورت دارم سای بلاب دخانیم کسی فیصل نبود، ولی سای بیکار بودم، و و و 20,000 گپ بر خود جور میکنم. جور میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. پس من حیث فرد چیش نگم؟ میگم مسلمان است. من حیث الکل میگم؟ من حیث الکل میگم که عقیده چی است؟ کفری است. گپم چی برآمد؟ نتیجه گپ چی شد؟ که اختلافی که در بین ائمه و علما است که بیخی خرابم بوده باشن و طرف کفر نکشن، صحیح شد؟ اختلاف را طبیعی بکنن و رشدش بتن و زمینه را خوبتر مساعد بکنن. اصل هدف آنانی اند که اونها دین را از ما میگیرد، سیکولاریزم و عملا در تلویزیون ها اونها گپ را شروع کردن و میخوانی کشور را به طرف یک بهبوهی دیگری بکشند. خداوند متعال توفیق را عنایت کنه، وحدت را عنایت کند، صف ما را رب العالمین نگاه بکند، از اختلاف و تشتت ما و شما را رب العالمین نگاه بکند. قول قولی هذا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. انا العبد الذي كسب صدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف الأمان.
أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا